بالا به خدا و به عرض سلام با خبرهای ساعت 6 از شبکه جهانی خورشید خوش آمدید. امروز پنجشنبه 27 قوس سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 دسامبر سال 2020 میلادی. بر نخست سرخط چند خبر مهم. تأکید شورای عالی مصالحه ملی به قرار داشتن آتش بس در صدر فهرست پیشنهادی دور دوم گفتگوهای سال. بیجا شدن 327 هزار تن در کشور از اثر جنگ ها در سال روان میلادی. جان باختن 34 معتاد در هرات از اثر سردی هوا. شکایت شماری از بازرگانان جوان از کم توجهی حکومت به بخش سرمایه گذاری های کوچک. با چالش روبرو شدن بیمارستان‌های ژاپن به دلیل افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت قندهار با آن ولایت سفر رفته است. آقای غنی در این سفر افزون بر دیدار با مسئولان محلی قندهار، نشست‌های با بزرگان قومی، علمای کرام، زنان، جوانان، جامعه مدنی، تاجران و اقشار مختلف مردم آن ولایت دیدار داشته است. گفته نیست که در این سفر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری، حمدالله واهب مشاور امنیت ملی، محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله، شمیم خان کتوازه رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی و برخی دیگر آقای غنی را همراهی میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آتش بس و کاهش خشونت ها در صدر فهرست پیشنهادی دور دوم گفتگوهای سال قرار دارد. در این حال معصوم استانگزای رئیس هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان گفته است که روند مشورتی با تمام اقشار سیاسی و اجتماعی کشور آغاز شده است. از سوی هم سفیر ناروی در کابل هشدار می‌دهد که افزایش خشونت‌ها اثرهای منفی بر روند صلح می‌گذارد. اتحاد اروپا همچنان می‌گوید که باید برای برقراری آتش بس همه دادخواهی کنند و در دور دوم مذاکرات در وقت معین آن آغاز شود. احمد نوید کاوش. اینجا برنامه زیر نام ترویج نقش زنان در گفتگوهای صلح با حضور رئیس شورای عالی مصالحه، سفیران شماری از کشورها و نیز برخی اعضای هیئت مذاکره کننده صلح برگزار شده است. رئیس شورای عالی مصالحه از وارد شدن مذاکرات صلح به مرحله حساس خبر می‌دهد. مسئله بسیار مهم که آتش بس است یا کاهش خشونت به شکل قابل ملاحظه، ای در صدر اجندا قرار داره. در همین حال معصوم استانگزی رئیس هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان گفته است که روند مشورتی با تمام اقشار سیاسی و اجتماعی کشور آغاز شده است. تأکید بر برقراری آتش بس، کاهش خشونت ها، نقش زنان در روند صلح و نیز انعطاف پذیری دو طرف از دیگر مواردی است که در این نشست به آن تأکید می شود. په دې داخل د کور کې ملانجی لرو، د ډاکټر صاحب عبدالله بزرگواری د څه نه وایي، د ده حوصله مندي ده. کنه دلته هم مشکلات موجود دي، خدای وکاندي چې دا مشکلات سبب د شکست مذاکراتو نشي یا پرمختګ د مذاکراتو نشي. در این برنامه سفیر ناروی در کابل افزایش خشونت ها در افغانستان را نگران کننده می داند و بر حضور بیشتر بانوان در روند صلح تاکید می ورزد. برقراری آتش بس در افغانستان روی گفتگوهای صلح اثر مثبت می گذارد و هیچ دلیلی برای نپذیرفتن آتش بس وجود ندارد. این همه در حالی است که خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرده است که مارک میلی رئیس ستاد ارتش مشترک نیروهای آمریکا در دیدار با اعضای دفتر طالبان در قطر بر کاهش بیدرنگ خشونت ها در افغانستان تاکید کرده است. کاخ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی شام دیروز با نخست وزیر پاکستان درباره کاهش خشونت ها در کشور صحبت تلفنی کرده و عمران خان وعده داده است که کشورش برای برقراری آتش بس در افغانستان همکاری میکند. اما وزیر خارجه پاکستان گفته است که بار مسئولیت کاهش خشونت ها در افغانستان نباید تنها بر دوش طالبان انداخته شود. همزمان با این رئیس جمهوری کشور با رئیس ستاد ارتش آمریکا درباره کاهش خشونت ها و حمایت از نظامیان افغان گفتگو کرده است. نعمت الله حبیبی. همزمان با نبردهای سخت و سنگین در بخش‌های مختلف
به ویژه در ولایت های بغلان، فاریاب، اروزگان، میدان وردک، قندهار و بخش های دیگر کشور این روزها تلاش ها برای کاهش خشونت ها همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور غنی نوقتی دیروز با رئیس ستاد ارتش آمریکا درباره کاهش خشونت ها و حمایت از نظامیان افغان دیدار و گفتگو کرده است. افزون بر این، رئیس جمهور غنی شام دیروز با نخست وزیر پاکستان صحبت تلفنی انجام داده و عمران خان وعده داده است که برای کاهش خشونت ها و انجام آتش بس افغانستان را همکاری می کند. پس از ختم حکومت دکتر نجیب، پاکستان دوباره به سرمنزلی که می خواست امروز رسیده، یعنی که یگانه آدرس است که در اونجا جنگ و صلح افغانستان ترکیب و تصمیم گرفته میشه. جناح‌های افغانی هم اونجا میشه تابن. وزارت خارجه افغانستان هم تشکر کرده که پاکستان این کار میکنه. اما وزیر خارجه پاکستان پس از دیدار با هیئت سیاسی طالبان گفته است که از طالبان خواستند خشونت‌ها را کاهش دهند. ولی وی بدون اشاره به نیروهای امنیتی افغان و نظامیان خارجی در افغانستان افزوده است. ما این مسئولیت را نمی توانیم تنها بر دوش طالبان بگذاریم. همه طرف ها باید در این زمینه نقش داشته باشند. در سوی دیگر این روزها که آتش جنگ در شمال به ویژه فاریاب شعله‌ور است، ارتش در این ولایت می گوید به مخالفان مسلح دولت جواب مستحکم می دهند. اگر امروز ما تنها توانستیم قیصر را از سقوط نجات بدهیم، شما بیشتر شوین کنار ما استاد شوین. ما مکمل قیصر را از لوس پلید از اینا خلاص میکنیم. توان ندارند، تبلیغ میکنند. آخرین قدرتشان یک متربم بود. همزمان با این وضعیت جنگ و صلح افغانستان که تا هنوز سرنوشتش روشن نیست، رئیس ستاد ارتش آمریکا برای پشتیبانی از نظامیان افغان وعده سپرده و ترکیه نیز گفته است که حضور نظامیانش را تا 1.5 سال دیگر در افغانستان از بحر مبارزه با هراس افغانی تمدید میکند. حزب حرکت انقلاب اسلامی حکومت را مانع بزرگ در برابر پیشرفت در روند گفتگوهای صلح میداند. اعضای حزب حرکت انقلاب اسلامی میگوید که طرفهای درگیر جنگ در افغانستان هیچ اعتنایی برای مردم افغانستان ندارند و از حکومت میخواهند که برای مردم افغانستان صلح را بیاورند که بدبختی در آن نباشد. آنان از هر دو طرف هیئت‌های مذاکره کننده میخواهند تا هر چه زودتر گفتگوهای صلح را آغاز کنند. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 327 هزار تن در کشور از مناطقشان بیجا شدند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا می‌افزاید که دلیل عمده این آوارگی ادامه جنگ و رویدادهای طبیعی بوده است. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان نباید در برابر وضعیت جاری در کشور سهل‌انگاری کند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گزارش تازه‌ای را درباره وضعیت بیجا شدگان داخلی در افغانستان نشر کرده و گفته که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 327 هزار افغان از مناطقشان بیجا شدند. این نهاد تأکید کرده که دلیل آوارگی این مردم ادامه جنگ و رویدادهای طبیعی بوده است. بسیاری از این افراد در سراسر کشور آواره هستند، زیرا درگیری و فقر مانع بازگشت آنها به مناطق اصلیشان می شود. بر بنیاد این گزارش 59% آوارگان جنگ و رویدادهای طبیعی را کودکان، 21% را زنان و 20% را مردان تشکیل می دهند. کنر، ننگرهار، بغلان از جمله ولایت های هستند که بیشتر بیجا شدگان را دارند. دیر زرم نوی خلق د جګړو له عمله په کور دننه بې ځایه شوي دي. که چیرته په هیواد کې جګړه همدغه شکل باندې او تاوتریخوالی په همدې شکل باندې روان وي، نو ممکن دغه کچه په ډیر نږدې کې ډیره لوړه لاړه شي. بسیاری ها به این باور هستند که جنگ و خونریزی سبب این وضعیت شده و تا زمانی که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به وضعیت جنگ در افغانستان توجه جدی نکند، وضعیت از این بدتر خواهد شد. کشوری که سالهاست در آتش جنگ میسوزه و از خودش صدها کشته و زخمی به جا میگذاره، یقیناً که بیرون شدن و یا بیجا شدن افراد از مناطق جنگ زده یک امر بدیهی است. اما متاسفانه فراموش هم نکنیم که این جنگ بیشتر ریشه های خارجی داره. امیدوار هستیم که ریشه های خارجی بالاخره خشکانیده شود.
این در حالی است که نهادهای مسئول به ویژه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته است که برای رسیدگی به وضعیت بجا شدگان توجه جدی می کنند. هفدهمین شاخه کابل امبولانس امروز رسما در ولسوالی های هفتگانه کهدامن شروع به فعالیت کرد. باشندگان کهدامن با استقبال از این مورد می گویند که ظرفیت پذیرش در درمانگاه های ولسوالی های کهدامن پایین است و خواهان ایجاد شفاخانه های معیاری را دارند. نخستین شاخه کابل امبولانس امروز رسما در ولسوالی های هفتگانه کهدامن آغاز به فعالیت کرد. این شاخه امبولانس در حال پس از درخواست شورای اجتماعی مردم کهدامن در ولسوالی های شمال کابل فعال می شود که پیش از این نبود امبولانس در این نقاط مریضداران را با چالش های بیشمار روبرو کرده بود. مشکلات دارند. مشکلاتشان این است که اگر یک مادر و طفل مریض شود امبولانس نباشد و به این راهی که در سر کوتل است حتما مادرم تلف میشه و طفلم تلف میشه. به خاطر جلوگیری از زایات تلف شدن مرگ میر مادرها و اطفال خواست ما همی که آمدن ما از کارکردشان استقبال میکنیم و خواست ما ایست که برنامهشان به سطح افل سوالی سطح برنامهشان سایه پروان کاپیسا و یارم کور کنم مریضایی که بخوز در مسیر را با حادثات مواجه میشه اینا را انتقال بتن بر... که داشتیم به خاطر ایجاد کابل امبولانس که بتونیم مریضا را یا مجروحینی که از حادثات باشه حادثات ترافیکی باشه و یا غیره ما بتونیم به شکل درست اینا را از خدمات بکنیم و به کابل رجعت بدیم. ایجاد شاخه امبولانس در کهدامن با استقبال مردم نیز روبرو شده اما آنان تاکید می‌ورزند که درمانگاه‌های معیاری با ظرفیت بیشتر در این ولسوالی‌ها وجود ندارد و مردم مجبور می‌شوند تا بیمارانشان را با چالش‌های زیاد به کابل انتقال دهند. شاید بسیار کلان سو است یک شفاخانه حتی نوبت نمی‌رسه. بیچاره یک پاس میاد و وقت کوتاه میشه پاس میره. باید که درست شود. خواست ما اینمی است از مخصوصا وزارت صحت عامه که اگر اینمی را اینمی شفخانه را همین بستر شه ارتقا بده خوبتر میشه به خاطر که همه ولسوالی های همجوار ولسوالی میربچکوت ایجا مراجعه میکنن. رئیس صحت عامه کابل میگوید برنامه ایجاد درمانگاه 100 بستر در ولسوالی های کدامن را روی دست دارند و به زودی این درمانگاه ایجاد خواهد شد. به خاطر ارتقا و تقویت این قسمت شما هم شاهد خواهد باشین در آینده های نزدیک انشاءالله که ما یک شفخانه 100 بستر در کدامن ایجاد خواهد کردیم که این شفخانه را هم تقویت خواهد بخشید و به مردم هم رسیدگی بهتر خواهد شد. شهرهای کابل شمال که هر از گاه گواه حادثات ترافیکی بوده و به دلیل نرسیدن کمک های اولیه و بندش این جاده شمار زخمیان جانشان را از دست می دهند، حالا با ایجاد این شاخه امبولانس انتظار می رود که این چالش تا اندازه حل شود. 34 معتاد جان خود را از اثر سرما در هرات دادند. محمد عارف جلالی سر طبیب شفاخانه حوزه‌ای هرات میگوید که از آغاز فصل سرما تا اکنون جسد 34 معتاد به سردخانه شفاخانه حوزه‌ای هرات منتقل شده است. با گفته آقای جلالی هم اکنون جسد 18 تن از معتادان در سردخانه نگهداری می شود. مرگ معتادان در حال افزایش یافته که در سال جاری 14 میلیون افغانی برای درمان و نگهداری معتادان به هرات اختصاص یافته است. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات تاکید دارند که با وجود هزینه های هنگفته که در این راه به مصرف میرسد اداره محلی باید به وضعیت معتادان توجه جدی کند. سردی استخوان سوز سرما همه ساله بلای جان معتادان به سرپناه می شود. در سال گذشته هم نزدیک به 100 تن از معتادان بر اثر سردی هوا جان داده. وقفه کوتاه. ادامه خبرها. شماره از بازرگانان جوان و تولید کنندگان کوچک فراورده های بهداشتی از کم توجهی حکومت به بخش سرمایه گذاری کوچک شکایت دارند. این بازرگانان میگویند که ناامنی ها و گرفتن مالیه گزاف از سرمایه گذاران کوچک یک مشکل بزرگ است. اما حکومت از همکاری دوامدار با این سرمایه گذاران سخن میزند. 200 بازرگان جوان در اینجا گرد آمدند و محصول خود را به نمایش گذاشتند. فراورده های بهداشتی، صنایع دستی و خاربار محصول کار این جوانان است. جاب اپورتونیتی فراهم بکنیم بر خانوما و دختر خانومایی که در بازار کار نیستن و نمیتونن از اونمو استعداد و ظرفیت که دارن اینا در مارکت بیاین و از او استفاده کنن. ما دولت شاید یک 2% برتون بگیم از 100% 2% برای ما همکاری کردن. دیگه قطعا ما از طرف دولت نه مورد تشویق قرار گرفتیم
نه مورد تقدیر قرار گرفتیم. اما ناامنی و همکاری نکردن حکومت با سرمایه‌گذاران کوچک نگرانی است که این بازرگانان جوانان را مطرح می‌کنند. یکی از اهمیت اساسی تشبثات کوچک و متوسط انکشاف متوازن است که یکی از پالیسی های و استراتژی های دولت در خصوص تحرک اقتصاد و در خصوص رشد تشبثات خصوصی اینمی انکشاف متوازن است. حکومت نیز رشد سرمایه‌گذاری کوچک را فرصت خوب برای ایجاد اشتغالزایی می‌داند و از همکاری دوامدار با این سرمایه‌گذاران کوچک و جوان سخن می‌زند. همدغه یوازنی لامل ده فعلی وضعیت ده جنگ همدغه ده چې دلته زموږ ملی پانګوال چې بهر سرمایه‌گذاری کوي په نورو هیوادونو کې، این همه در حال مطرح می‌شود که ناامنی و ویروس کووید 19 در سال روان بزرگترین مانع رشد سرمایه گذاری در کشور بوده است. قرار است حکومت پروژه های توسعه‌ای را به ارزش 1 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار کند. وزارت مالیه می گوید که بیشتر این پروژه ها در بخش های انرژی، ساخت جاده ها و بیمارستان ها است و تا 5 سال آینده شمار پروژه های که از سوی بخش خصوصی عملی می شود به 35 پروژه افزایش خواهد یافت. با منظور پشتیبانی از فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور، حکومت قرار است به ارزش 1 میلیارد دلار پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای را در بخش‌های انرژی و بهداشتی، ساخت بندهای آبگردان و ساخت جاده‌ها به بخش خصوصی واگذار کند. مسئولان وزارت مالیه می‌گویند همکنون طرح واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌های خصوصی به اداره تدارکات ملی فرستاده شده و قرار است به زودی روند داوطلبی پروژه‌ها آغاز شود. هر پروژه بزرگی که در افغانستان اعلان میشه، از ما شما بهتر میفهمین که ای از طریق تدارکات ملی افغانستان به اعلان سپرده میشه، در شفافیت کامل، در موجودیت تمام نمایندگانی که در شرکت کرده آفرگوشایی ها میشه، هر شرکتی که بهترین کیفیت و کمترین قیمت هم تو گرفته میشه. اما اعضای بخش خصوصی میگویند پروژه هایی که از طریق حکومت در چند سال پسین به سرمایه گذاران داخلی واگذار و عملی شده تا اکنون پول این پروژه ها پرداخت نشده و به همین دلیل بخش خصوصی کمتر علاقمندی به گرفتن پروژه های حکومتی دارند. مجموع سکتور خصوصی علاقه نداره که به دولت در پی 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 و یا در سرمایه گذاری چیز بکنن، قرارداد بکنن. دومی طور هستن که دولت خودشان امی اعتبار خود از دست داده. شما میبینین که امی پروژه های ساختمانی و قرارداتی هایی که با وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی پول داده، نان داده، پیسه داده، 7 میلیارد، 11 میلیارد افغانی قرضدار است، اینویس در دستش هست، کسی نمیتر. به این حساب کسی علاقه نداره. وزارت مالیه بیش از 170 پروژه را برای مشارکت عامه و خصوصی شناسایی کرده که از این میان 35 پروژه آن در بخش های گوناگون در اولویت قرار دارند و انتظار می رود بخش خصوصی با دولت در این پروژه به گونه مشترک سرمایه گذاری کنند. و حالا نرخ اسعار. خبرهای جهان. وزارت بهداشت ژاپن میگوید که افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا بیمارستان‌های آن کشور را با چالش روبرو کرده است. با گزارش خبرگزاری ریوترز، در 24 ساعت پسین بیش از 800 تن در سراسر ژاپن به این ویروس مبتلا شده‌اند. ژاپن محدودیت‌ها را برای جلوگیری از گسترش این ویروس به بالاترین سطح افزایش شده است. از سوی دیگر کره‌ی جنوبی نیز اعلام کرده است که برای جلوگیری از گسترش این ویروس محدودیت‌های بیشتری وضع خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اتحادیه اروپا و بریتانیا توافق بازرگانی پس از برگزیت نزدیک شدند. با گزارش خبرگزاری ریوترز، اورزولا وون در لین امروز به پارلمان اتحادیه اروپا گفت که گرچه نمایندگان دو طرف به توافق نزدیک هستند، اما تمام موانع برای رسیدن به این توافقنامه پیش از خروج بریتانیا از آن اتحادیه موسوم به برگزیت برداشته نشده است. بریتانیا تا پایان ماه روان میلادی به گونه رسمی از اتحادیه اروپا بیرون می شود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرده است که رئیس جمهوری آینده آمریکا روابط میان دو کشور را بهبود بخشد. بر بنیاد گزارش ها روابط روسیه و آمریکا در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیرگی گراییده است. آقای پوتین افزوده است که کشورش مایل همکاری با اداره جو بایدن برای بهبود روابط خواهد بود. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهی تان. وقت شما خوش. خدا نگهدار.